در حالی که حقیقت اینه که هنوز من دوچار خشونتم و چون نمیشناسم این رو و از حقوق خودم هم آگاه نیستم خیلی عادیه برام خشونت پنهان گاهی اوقات به گونه اتفاق میافته که ما اصلا نمیفهمیم که مورد خشونت داریم واقع میشیم به طور مثال ممکنه یه کسی بیاد بگه فلانی خیلی خوبه خیلی مثلا کارش خوبه اینا یا اینکه مثلا خیلی خوشگله حیف که دماغش یکم بزرگه ممکنه ما به نظرمون برسه که خب این داره تعریف میکنیم که یه ساعت داشت در مورد وصف خوبی هاش میگفت پس حتما نظر بدی نداره از روی دلسوزیه ولی حقیقت اینه که به شکل پنهانی داره توجه بقیه رو جذب میکنه یا جلب میکنه به طرف اون نکته منفی که توش هست و دیده نمیشه برای همین خوب هست که حواسمون باشه و این خشونت های پنهان رو بشناسیم خشونت پنهان قابل شناسایی برای ما گاهی نیست به خصوص اگر در ادامه اون عادی سازی خشونت باشه یعنی من عادت کردم توی خانوادم مراقبینم از من با من اینجوری رفتار یا با خودشون اینجوری رفتار کرده اصلا متوجهش نمیشه. از دلایل دیگه ای که باعث میشه که ما کاری براش نکنیم علاوه بر اینهایی که گفتیم این هستش که تو بعضی از جوامع ما میبینیم حمایت کافی نداریم برای همین تو رابطه های مشکل دار میمونیم این حمایت میتونه مالی باشه میتونه اجتماعی باشه میتونه حمایت خانوادگی باشه میتونه مشکلات و مسائلی باشه که در مورد بچه هاست اگر من جاده بشم بچه ها ما از من میگیرن برای همین خب طرف میمونه توی اون شرایط مهمترین بخشش اینه که از طرف جامعه عادی سازی میشه من میخوام یه سوال ازت بکنم به نظر تو اینجا سنته که این عادی سازی رو ایجاد میکنه یا این عادی شدنه که سنت ها رو به وجود میاره یه سوال فلسفی داری میکنی قضیه مرغ و تخم مرغه سنت یعنی چی؟ چیزی که عرف میشه چیزی که تکرار داره میشه برای آدم ها میشه هنجار حالا این هنجار میتونه مبنای کاملا اشتباهی داشته باشه میدونید مثلا ممکنه در امریکا یه زمانی توی بحث نجات پرستی اتوبوس ها رو به سیاه و سفید تقسیم کردن عادی شده بود هیچ کسی اعتراض نمی کرد تا اولین نفری که برش پا شد توی ایران جمع ها رو اتوبوس ها رو به زنان مردانه تقسیم کردن عادی شد که تا یه نفر براش یا چندین نفر برش پا شدن البته هنوز ادامه داره یعنی محیط کدومش هنجار محسوب میشه ما همونایی هستیم که قبلا اصلا برامون عجیب و غریب بود زن و مرد رو جدا کنن تو اتوبوس ولی بعد عادی شد در نتیجه سنت متاسفانه نتیجه تکراره و اگر مطالبی که باور داریم یا مطالبی که داریم بهش پایبند هستیم اگر مبنای علمی نداشته باشه یه چیز اشتباه میتونه باشه مبنای علمی باید داشته باشه پس به طریقی میشه گفت که این عادی سازی خودش به وجود آورنده سنت های غلط میتونه باشه بله و سنت غلط میشه عادیسازی سازی رو ترویج بده ترویج کنه یعنی یک چرخه متاسفانه اشتباه ناسالم رو داریم یه نکته‌ای که به ذهنم میرسه اینه که خوشونت کلامی اصلا علت این که خشونت کلامی رو انقدر ما مورد تاکید قرار دادیم این بود که وقتی دقت می‌کنید توی اکثر انواع خشونت اگر نگیم حتی همشون خشونت کلامی به طور اتوماتیک وارد میشه ما وقتی خشونت فیزیکی داریم فوش میدیم وقتی که خشونت مالی داریم قلوری میکنیم از اون طرف ام. چیز میکنیم و به انواع مختلف خشونت کلامی توی همه اینا شرکت داره اه ببین اه خیلی باید موافقم و خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردی و چون مشترک همه خشونت ها کلامه حالا چه کلام زبان بدن باشه چه زبان واقعا کلامی باشه واقعیت اینه که زبانی که ما داریم استفاده میکنیم برای ارتباطاتمون قرار هست که لطیف باشه قرار هست که شهد و شکر باشه نه تیغ و تبر در نتیجه میبینیم که متاسفانه خشونت کلامی یک بخش مهمی از همه خشونت هاست اما خودش چیه و چجوری میتونه باشه یه موقعی ممکنه با مثلا کلام زشت استفاده کردن اصطلاحا فوش دادن باشه که خب مشخصه همه میدونیم که چجوریه بخش دیگه میتونه تحقیر کردن باشه یعنی با حتی توی این تحقیر کردن میتونه اف... میتونیم افراد رو با کلمات تحقیر کننده یا اسمهای تحقیر کننده صدا کنیم و کم کم حالا صحبت عرف شده بود یا صحبت سنت شده بود یک جایی در خیلی قدیم به زنانشون میگفتن ضعیفه و این یه خشونت کلامیه برای اینکه قوی ترین عضو خانواده است داره همه کارا رو میکنه همه چیز رو مدیریت میکنه و اسمش رو میذارن ضعیفه برای تحقیرش یعنی اسمهایی که گذاشته میشه خود اینها از مصادیق خشونت کلامی هست ولی ما درکش نمی کنیم یا حتی مثلا زن رو به اسم پسرش صدا کردن یا مامان گفتن یا اینها خشونت هایی است که میتونه پنهان باشه یعنی حتی ما ممکنه خیلی صمیمانه و دوستانه داریم این کار میکنیم ولی نه از یه جایی هویت اون فرد رو داریم تقلیل میدیم به هویت کسانی که هستن کنارش هستن یا نقش هایی که داره توی خانواده به همین دلیل نگاش کنیم و ببینیم این انواع رو بشناسیم ببین یکی دیگه از اینها میتونه همون سکوت کردن باشه یعنی تنبیه کنیم طرف رو با سکوتمون و حرف نزدن و این یکی از نتایج خشونته و اون طرف برای اینکه بیاد توی رابطه دوباره به هر چیزی تن میده که بیاد یا براش عادی میشه بازم یعنی یکی از روش هایی است از که ازش بهره برداری میشه از دیگر چیزهایی که میتونیم استفاده بکنیم به عنوان مصادیق خشونت کلامی میتونه سوء استفاده های احساسی باشه یعنی توی سوء های احساسی ما از کلام استفاده کنیم و به این شکل که بخوایم به طرف بگیم تو بلد نیستی تو نمیدونی تو داری اشتباه میکنی تو بلد نیستی حرف بزنی تو وقتی چیزی نمیدونی نگو تو آبروی روی منو بردی ببین تمام این کلماتی که داریم میگیم کلامه داریم میگیم فقط کلامه ولی ما رو میرسونه به اون خوشنط یا سو استفاده های احساسی و روانی که فرد تمام اعتماد به نفس و عزت نفسش رو از دست میده یکی از اولین نشونه هایی که ما دچار خشونت هستیم اینها چیزهای خیلی مهمی هستند که خوب هست بهش توجه داشته باشیم و اجازه ندیم که تحقیر بشیم و اجازه ندیم که اسم رومون گذاشته بشه و از طریق کلام منیپولیت بشیم یا مجبور بشیم کاری که از خواسته میشه رو بکنیم و فکر کنیم حق با اون طرفیه که داره این کار رو انجام میده